بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. دین خدا را ادعی در دام می بردند، تحریف خود را در دل اسلام می بردند. با دیدن ریش سفیدش دشمنان ای کاش حداقل او را کمی آرام می بردند. عمامه صدق خدا روی تنش باز است، شاید شهید عشق را محراب می بردند. وقتی رئیس مذهب شیعه است، یعنی که پخته ترین را جاهلانه خام می بردند. داغی که افتاده به قلب شیعیان این است، داغی که افتاده به قلب شیعیان این است، تطهیر را با گفتن دشنام می بردن. صلی الله علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق و ابن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی و همچنین تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را در درجه اول محضر سلاله پاکشان حضرت صاحب الاسر و زمان علیه السلام و همچنین خدمت شما محبین حضرتش. از خداوند متعال امید داریم که نام ما و شما را در زمره محبین و پیروان واقعی حضرتش انشاءالله ثبت و ضبط بگرداند. و اما در خدمت شما هستیم و همراه شما هستیم در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، درود خداوند بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز و شادکام باشین. ایام شهادت امام صادق علیه السلام را به محضر شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی بهترین ها را برای شما و همه عزیزان و شیعیان و دوستداران امام صادق علیه السلام تدارک ببیند و شفاعت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا امام صادق را نصیب و بهره همه من و شما انشاءالله بگرداند. خدمت شما هم تسلیت و تعزیت دارم جناب حسینی صاحب بزرگوار، ای ایام حزن و اندوه و شهادت امام صادق علیه السلام. سلامت باشین انشاءالله. همچنین ما هم متقابلا خیلی خوش آمدید استاد محترم. خب ما در شام شهادت حضرت قرار گرفتیم، ولی خب برنامه ما برنامه احکام است و بینندگان عزیزمان حتما سوالاتی رو گرایی کردن، منتظر هستن. فقط ما از محضر عزیزان اگه چند دقیقه رو صبر میکنیم و عذرخواهی میکنیم که چند دقیقه اول برنامه رو استاد در مورد وجود مقدس امام صادق علیه السلام چند دقیقه رو مطالبی داشته باشین و بعد میریم سراغ سوالات عزیز. بسیار عالی. خب چون جلسه ما مسائل احکام و فقه هست و امام صادق علیه السلام سرآمد فقیهان جهان تا عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و خواهد بود و این چیزی نیست که فقط صرف ما ادعا کنیم که بگیم امام صادق رئیس مذهب شیعه یا مثلا رئیس مذهب جعفری یا اینکه استاد بزرگان اهل سنت و جماعت بودن. این چیزی نیست که ما بخواییم ادعا کنیم و بینندگان عزیز هم توجه داشته باشن. ما میریم سراغ کلامی از کلمات مالک ابن انس
خب رئیس فرقه مالکیه. مهم. ایشان میگه که من مدتی با امام صادق علیه السلام مراوده و رفت آمد داشتم. مالک ابن انس، مالک ابن انس میگه ولقد کنت اتا جعفر ابن محمد و کان کثیر المزاح و التبسم. میگه من محضر امام صادق رفت آمد داشتم، آقا کثیر المزاح بودن، یعنی اهل مزاح بودن و اهل تبسم داشتن بر لب. فاذا ذکر عنده النبی اخضر و اصفر. میگه وقتی که وجود نازنین پیامبر اسم مبارک ایشان نزد امام صادق علیه السلام برده میشد، میگه آقا چهرهش منقلب میشد، چهرهش سبز میشد، بعد به زردی میگرایید. این در اثر ایست که اینقدر نسبت به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم احترام قائل بودن که وضعیت برایشان اتفاق میافتاد. و لقد اختلفت علیه زمانا، میگه من مدت زیادی را پیش امام صادق رفت آمد داشتم. و ما کنت اراه الا على ثلاث خصال، میگه در این مدتی که پیش امام صادق میرفتم ندیدم آقا را مگر در سه حالت. بله، اما مصلیا، یا در حال نماز، یا در حال نماز، و اما صائما، یا در حال روزه بودن، درود بر شما، او یقرا القران، یا در حال تلاوت چی بودن؟ قرآن بودن. و ما رأیته قط یحدث عن رسول الله الا عن طهاره، و میگه ندیدم که امام صادق از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث نقل کنه مگر که حتما با طهارت باشه، یعنی توأم با وضو باشه، دائم الوضو بوده. بله، ولا يتكلم في ما لا يعني، میگه صحبت نمیکرد درباره او چیزی که به دردش نمیخوره. حتما تکلم امام صادق از روی حکمت بود، یا به درد دنیای انسان میخورده یا به درد آخرت انسان میخورده. خب این درس است برای ما، این همه پرگپی و گپ زدن و از بالا و پایین و از این طرف طرف، که آخرش هیچ کدام از این گپ ها به درد ما نخواهد خورد. و این جالب است، و کان من العلماء الزهاد، و بود از او علمایی که زاهد، زاهد به این معناست که رغبتی به دنیا نداره. نداره. البته این مساوی با این نیست که انسان گدا باشه، انسان بیکار باشه، انسان عاطل باشه، انسان باطل باشه، انسان کد و به اصطلاح به سر کسای دیگه آوار باشه که اونا خرجیش بتن. نه، ائمه ما این رقم نبودن، کار میکردن، تلاش میکردن، ولی زاهد بودن، یعنی به دنیا دل، ولی دنیا رو به عنوان مزرعه آخرت بله، کار میکردن، دل به دنیا نبسته بودن. این زاهد معنیشیه. پس زاهد یک تعبیری است در جامعه ما، میگه هر کس پینه پوش بود و لباسهایش چک چک بود، پاره پاره بود، وصله بود و گوشه گیر بود، این میاد من آدم زاهدیه. نه، زاهد او کسیه که در عین حال داشتن اما دل به دنیا نمیبنده. الذین یخشون الله، از او کسایی که از خدای تبارک و تعالی میترسیدن. بعد ادامه میده ادب امام صادق، ادامه آخرش درباره ادب امام صادق. و ما رأیته قط الا یخرج الوسادة من تحته و یجعلنی تحتی، تحته و یجعلنی تحتی. و میگه من وقتی که میرفتم پیش امام صادق، امام صادق همیشه او زیراندازی که خودش رویش مینشست او را از زیر خودش میکشید و برای من میداد که من روی زو زیرانداز بشینم. یعنی وقتی مهمان برای ما میآید، کمال احترام نسبت به مهمان باید انجام شود. یک نکته دیگر هم از یکی از علمای دیگر مشهور اهل سنت خدمت شما عرض کنم، بخوانم. جاحظ از علمای معروف و مشهور قرن سوم هجری است که البته نسبت به مذهب شیعه یک مقدار تعصب خاصی هم داره، خیلی چیزها رو نقل نمیکنه، اما خب درباره امام صادق وقتی رسیده نقل کرده. گفته جعفر ابن محمد که امام صادق علیه السلام، الذی ملأ الدنیا علمه و فقه، مگه امام صادق او کسی است که علم و فقهش دنیا رو پر کرده. پر کرده. و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته، و میگه گفته می شود که ابو حنیفه از شاگردان امام صادق بوده. و کذالک از سفیان ثوری، میگه هم امام صادق هم سفیان ثوری از شاگردای امام صادق بوده. و میگه برای امام صادق، فضل امام صادق، کمال امام صادق، البته خب از دیدگاه آقای جاهز میگه همین بس که ابو حنیفه امام اعظم، نعمان بن ثابت، از اون طرف هم سفیان ثوری شاگرد امام صادق باشه. پس این آقا خیلی در اوج بوده. بله. که کسانی که بعدها
امامان اهل سنت میشن، اینا شاگردان امام صادق بودند و از امام صادق حدیث شنیدن و در محضر امام صادق بودن. تشکر میکنم استاد محترم، گفت که مالکی ها شافعی ها خوش چینانش همه، بله، سید طاووس ها طاووس بستانش همه، شیخ ها علامه ها طفل دبستانش همه، گردن افرازان دانش گرد میدانش همه، جامی از العلم و نورون ریخت تا در جان ما، از اهل دینش به الله برسید ایمان ما. درود بر شما، سلامت باشین انشاءالله. خب میپردازیم به سوالاتی که بینندگان عزیزمان رایی کردن به نمبر مثبت 964-780-255-413. سوال اول مربوط به بیننده محترم ماست به نمبر مثبت 93-794، نمبر آخر 94-52. ایشان سوال کردن که پدری در اثر بیماری و کهولت سن دچار زوال عقل شده، حال تکلیف دارایی‌های ایشان چی میشه؟ آیا فرزندان میتونن او خود نمیتونه تصمیم گیری کنه برای اونا؟ آیا میتونن این رو بین خودشان تقسیم کنن؟ بسیار عالی، خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض کنیم چون این شخص فعلا در قید حیات، ولو از نظر روحی و روانی دچار زوال چی شده؟ عقل شده و نمیتونه تصمیم بگیره، که اگرم تصمیم بگیره از نظر شرع تصمیمش حجت نیست، یعنی شرعیت نداره، یعنی دستوراتی که میده نافذ نیست. چرا؟ چون این آقا محجوره، یعنی از تصرف در مال خودش نداره، ممنوع شده. ولی این رقم هم نیست که دیگه پسرها بگن خب بسم الله الرحمن الرحیم به کلی دارایی پدر چی کنیم تقسیم کنیم، نه. تا زمانی که پدر زنده، خب مال خودشه، دارایی هم دارایی خودشه و البته نمیتونه بفروشه، نمیتونه به یکی ببخشه. چرا؟ چون از نظر عقلی زوال عقل پیدا کرده و تصرفاتش شرعی نیست. یعنی اگر هم حتی بفروشه اینا هیچ کدامش شرعی نیست، سندی چی نداره، انتقال پیدا نمیکنه، دیگه فقط باید منتظر باشن که این پدر داعی حق لبیک بگویه و بعد از اینکه داعی حق لبیک گفته شد، خب طبق شریعت مقدس اسلامی دارایی ها بین فرزندان و ورثه تقسیم میشه، منتها مذکر دو برابر مؤنث. اگر در این شرایط کسی خب مثلا در بستری شده یا هنوز شاید زمان تداوی خوش آدم نشه، شاید زمان چیز دراسر میشه، چند ماه شاید داری بستری شده، به هر حال باید... تا زمانی که شخص زنده است دارایی ها مال خودشه. بسیار. ولی در شخص زنده هم نمیتونیم ما دارایی‌هاش به عنوان از اینکه ما میراث‌خوار هستیم تقسیم کنیم بین خودمون. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و همچنین شما بینندگان عزیز که شاهد برنامه خودتان هستید. سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شمع فروزان شبستان هدایت، ای ملجه عالم همه عالم به فدایت، ای واسطه رحمت خالق به خلایق، ای هادی مخلوق به منهاج هدایت. انوار شما بود که در عرصه هستی بنمود تجلی به سحرگاه بدایت، ای آن که بعد ستم و جور و سیاهی شد پرتو علمت علم راه هدایت. تو مهر فروزنده افلاک ولای خورشید بود پرتو از ظل لوایت، تو شمع شب افروز شبستان ولای عالم همه پروانه انوار لقایت، آن ابر عطای تو که عالم بنشسته مولا جان بر سفره جود و کرم و بذل و عطایت. زین فخر چه بهتر که احادیث و روایات، چه یار و چه اغیار کنند دستور روایت. در مدرسه علم تو چون انجم رخشان شد عالم دین تربیه به حد و نهایت، دو کوکب رخشان تو حمران و زراره هم جابر حیان تو خورشید درایت. آقای امام صادق در سنگر بحث و جدل و حجت و برهان حشام تو کردی ز 200 جیش کفایت، تو لاله زهرای و این احمدی زار
مولا دارد به همه صبح و مسا شور و نوایت، اما دوست افسوس که کوتاه نیامد. منصور ستم پیش از آزار و جفایت، آندم که ترا برد سراپای برهنه، یک تن نبود آنجا که کند از تو حمایت. آن سند لعین بر تو چنان ظلم روا داشت که از غصه دل سنگ بسوزد به عزایت. از ابن ربیع آنچه تو دیدی و کشیدی جا دارد اگر گریه کنم خون ز برایت. شاها ز غمت آب شده قلب محبان، گریان محبان به تو هر صبح و مسایت. علم او با عقل نه، با جان عالم کار داشت. در تنور خانه اش هم شیعه بیدار داشت. گرچه پای درس و بحثش مدعی بسیار داشت، چند تن ای کاش چون هارون مکی یار داشت. در هراسند از وجودش چون که می دانند کیست، حجت اللهی که جوشان در رگش خون علیست. صلی الله علیک ایها الصادق و ابن رسول الله. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در شام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم و در محضر سرور عزیزمان حاجی رسولی با موضوع احکام. استاد، بیننده محترمان سوال کردن که مالی را که فقیر بابت خمس دریافت میکنه، بنابر مثبت 9376 1461 4 نمبر آخر، مالی را که فقیر بابت خمس دریافت میکنه در صورتی که از هزینه سال زیاد بیاید، آیا به این مال دوباره خمس تعلق میگیره؟ یعنی خدمت تناز کنم، حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی میفرمه مالی که به واسطه دریافت خمس، انسان فقیر است و به عنوان سادات فقیر خمس دریافت میکنه و این از سر سالش یعنی اضافه میآید، خود از این خمس نداره. ولی اگر مال را انداخته در یک تجارتی، در یک کاسبی، در یک کشاورزی چیزی و از این طریق خدمت را عرض کنم که سود به دست میاره، بله، او سود اگر از سر سال انسان اضافه بمانه، او سود خمس داره، ولی خود او مالی که از طریق خمس آمده خود از دیگه خمس نداره. بسیار عالی. مثبت 9373-1208 از بینندگان عزیز ماست که درخواست استخاره کردند و انجام شده و پاسخ برایشان داده شده. و مثبت 9374-6218 سوال کردن که برهنه بودن پای خانم ها در نماز، در هنگام نماز چه حکمی داره؟ خانم ها در هنگام نماز اگر که کسی نامحرم خانم را نمی بینه، خب بله، باید تمام وجودش پوشیده باشه الا گردی صورت و دست ها تا مچ و پاها تا مچ، یعنی پوشندنش در هنگام نماز واجب نیست. ولی اگر خانمی در جای نماز میخونه که نامحرم او را میبینه، در اینجا پوشاندن پای واجب و لازمه از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی. پس اگر خانمی در محضر نامحرمی یک جای حرم مکان عمومی مشغول خواندن نماز هست، باید پای خودش چی کنه؟ بپوشانه. حالا اگر آمد و خانم پای خودش نپوشاند، یا مسئله را نمیدانست، یا مسئله را میدانست، گفت که مشکل که اوصله در پای خود بپوشاند، یا یک جای بود که کسی نامحرم نبود، بله، یک دفعه نامحرم آمد، ولی او جایی که میدانست و نپوشید، گفت من نمیپوشانم پای خود و با پای برهنه چی خوان؟ نماز خوان. البته معصیت کرده، کار حرامی را انجام داده، اما نمازش دیگه باطل مبطل نیست. نماز، بله، مبطل نماز نیست. پس باید توجه داشته باشن و پای خودشون را بپوشانن زمانی که در حضور نامحرم نماز میخونن. بسیار عالی. مثبت 9376-7735 بیننده عزیز ماست که سوال کردن زنان صورت خودشان را نخ میکنن یا اسلام میکنن، آیا این کار گناه دارد؟ در شرق تا غرب عالم و در جهان اسلام خب زنهای کار را انجام میدن. به اصطلاح نخ کردن یعنی توسط نخ، حالا یک هر وسیله موی های زایدی که در سر صورت خانم ها هست، در صورت خانم هاست، این موها را بر میدارن. نخیر، هیچ کدام مشکل شرعی این کار نداره، منتهای مراتب اگر که یک طور شبه که دیگه مثلا زینت حساب شود، که دیگه زینت هم حساب نمیشه دیگه. باید از نامحرم چی شود؟ پوشانده شود.
مثلا زینت به این عنوان است که خب علاوه بر از اینکه موهای زائد بدن، موهای زائد صورت تمیز میکنه با نخ یا با هر چیزی دیگه، مثلا یک چیزی میماله که سرخ میشه، مثلا گونهش چیه سرخ میشه، یا یک کار دیگه میکنه که اون جلب توجه زینت میشه، چون زینت حساب شده او باید از نامحرم پوشیده شود، اما در مقابل محارم هیچ اشکالی نداره. بله، خب بعض وقتا هم دیده میشه که حجاب رعایت شده علی ظاهر، ولی خب همون قسمت هایی هم که دیده میشه او جلب توجه در او واقعا موجود است. موجود و قطعا خب پس زینت های ظاهر، زینت هایی که ظاهر است و ما ایجادش میکنیم، او زینت ها باید چی شود؟ پوشیده شود. ازش سوال کنیم میگرید چه گردی صورت کلن چیه؟ پوشاندیم. و شرع مقدس هم گفته گردی صورت بپوشان. بله، اما شرع مقدس نگفته که شما گونه های تا چی بساز؟ سرخ بساز و جلب توجه و حلقه بنداز و چیزهای دیگه. بسیار درود بر شما، سلامت باشین انشاءالله. مثبت 93-77-59-24 بیننده محترم ما که سوال کردن، در مناطق ما عقد محرمیت مرسوم است، لطفاً در این مورد کمی توضیح بدهید. عقد محرمیت خب مرسوم است، بعض جا هم خب خوب است. عقد محرمیت به این ترتیب است که رفتن خواستگاری دختر و اونا بلی رو گفتن، تمام مقدمات فراهم است، اما میترسن از اینکه اگر یک عقد دائمی بسته شود ممکنه فردا اختلاف پیش بیاید، گرفتاری پیش بیاید، باز طلاق داده نزید چه رقم شود نشود، در محکمه برو و پیش ملا برو و پیش آخوند برو، از اینکه پا ممکن از آینده چی میشه میترسن، لذا میگن یک دو ماه یا سه ماه یا کمتر یا بیشتر عقد محرمیت میبندیم، به تعبیری عقد موقت میکنن. بله. مثلا میگن دو ماه یا سه ماه این دختر و پسر عقد موقت داشته باشن تا شناختی کافی از همدیگه، از خانواده همدیگر داشته باشن، که اگر میتونستن ادامه بدن مسیر را خب عقد تبدیل میکنن به عقد دائم و زندگی مشترکشان را شروع میکنن، که اگر نشود دیگه بازو جریان پاسگاه و دادگاه و نمیفهم پیشی این طرف و طرف رفتن دیگه خود به خود نیست دیگه، همون یک ماه دو ماه که تمام شد دیگه کلن این را به خیر است و او را به چی؟ سلامت. از این باب یک سری عقد هایی میگه، پس عقد محرمیت چیزی دیگه ای نیست، اینمی عقد است منتها به صورت چی؟ موقت خوانده میشه. بعد شرایط که در عقد دائم مترتب شده در بله، مثلا در عقد موقت از جمله شرایطی که هست ایست که باید با اجازه پدر باشه. یعنی اگر پدر در قید حیاته باید پدر اجازه بده و با اجازه پدر باشه، که اگر پدر در قید حیات نیست جد پدری در قید حیات باید اجازه جد پدری چی شوه گرفته شوه، ولی اگر خب پدری نباشه و جد پدری نباشه و اختیار خانم به دست خودشه فرق نمیکنه، این دختر البته در صورتی که دوشیزه باشه، یعنی دختر باشه و برای اولین بار میخواد چی کنه؟ ازدواج کنه، اما اگر بیوه باشه و سیب به تعبیر عربی خود دیگه اجازهش دست خودش است و هیچ مشکلی نداره. بسیار عالی، فکر میکنم ما یک سوال دیگر داشته باشیم در قسمت از برنامه، و خوی قدر از خانوما گفتن و از نخ کردن اینا، خب از آقایون هم سوال شده، مثبت 93-77-70-41 آیا تراشیدن ریش برای آقایون آیا حرام است یا نه، و یه کدام اندازه خاصی داره که مقدار ریش چقدر باید باشه؟ بسیار عالی، حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی می فرمند که تراشیدن ریش و ماشین کردن، این ماشین هایی قبلا دستی بود داره میشنه ماشین هایی برقی آمده، تراشیدنی که با تیغه دیگه و ماشین کردنی که مثل چی باشه؟ تراشیدن باشه، مثلا درجه صفر باشه یا درجه یک باشه، که بگن ریش خود چی کرده تراشیده، میگن بنابر احتیاط واجب حرامه. خب اگر کسی که همین احتیاط واجب حضرت آیت الله العظمى سیستانی را عمل میکنه خب عمل کنه، اگر نه یک مجتهد دیگه ای که بعد از آقای سیستانی در اعلمیت مثلا او گفته حرام نیست، میتونه به او رجوع کنه، به او فتوای از ایشان رجوع کنه که نیست، همچین خیلی کم است. بنابراین از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی و کثیری از فقهای عظیم شأن شیعه و قاطبی اهل سنت میگن تراشیدن ریش حرام است، البته حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند بنابر احتیاط واجب، اندازه از نظر کمی اندازه خاصی نداره، اینو میقدر که بگوین ریش داره مثلا شما ریش دارید دیگه الان اگه کمتر از او باشه که دیگه او ریش به او صدق نمیکنه، نمیگه طرف چی داره ریش داره. از نظر بلندی هم او اندازه خاصی نیست، ولی فرمودن که اگر انسان ریش خود را کمی میگیره از این دیگه نبرایه، بیشتر از یک قبضه نباشه، حالا روایت هم در این زمینه است که اگر بیشتر از یک قبضه باشه در آتش چیکار، ولی نه فرمودن ریش از یک قبضه بیشتر وقتی شما این رقم بگیری
از اینجا دیگه نبرای ریش یعنی ریش بگن دیگه. میبخشی معذرت بگی سیالداری خود نداره که از یک طرف برای او به هر حال یک حالتی ابهت داشته باشه، منظم باشه، مرتب باشه، بله پاکیزه باشه، نظافت پاکیزه باشه، نظافت شه و شانه شه. چقدر نسبت به شانه کردن سر و ریش ما چی شدیم توصیه شدیم، اما ریش بانی که دیدی بعضی ریشش مثل تناب واری شده. خب پیغمبر نگفته این رقم ریش، اسلام نگفته، اسلام گفته شما نظیف باشین، مرتب باشین، بنابراین با ریش سیالداری میکنن بعضیا. بله حالا استاد میبخشید، متاسفانه در مدل های که به حال هر روز داره مدل های جدیدتر میایه، الان ریش به عنوان او زینتی که در قدیم بود و همونطور که فرمودین اگه ابهتی بته او رقم نشده، میبینیم که بعضی از جوان ها هستن فقط من باب استایل ریش خود کلام میمونن، نام مونن، نمیدونم ریش دایشی میگن چی میگن. خب و او ریش که قبلا نماد یک انسان مذهبی بود، خب ریش دراستر آدم مذهبی تر بود، ولی خب از دیگه جای او شخص که مذهبی دیده نمیشه، فقط درازی ریش دیده میشه، یام خب شاید شامل انحراف است جناب سید حسن. او چیزی که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین و صحابه کبار برای ما گزارش کردن همو رقم باید باشه. بله بسیار عالی. خب به اتاق فرمان اگر بله ما و زمان میان برنامه رسیدیم. استاد محترم به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان میبینیم میان برنامه را وقفه ای داشته باشیم و بعد ان شاء الله در قسمت پایانی در خدمت شما عزیزان خواهیم. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان گرامی. در قسمت سوم از برنامه احکام به وقت بیداری مهمان لحظات شما خوبان هستیم و اما بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 9378 4 نمبر آخر 7786 ایشون سوال کردن که آیا نماز خواندن در زمین مردم بدون اینکه از آنها رضایتی گرفته شده آیا جایز است یا نه؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که انسان در جایی که میخواهد نماز بخوانه، خب باید انسان بدانه که اینمی شخص صاحب زمین یا صاحب زمین خانه یا صاحب هر دکان یا هر چیزی که هست باید اجازش باشه. بنابراین اگر اجازه از اون نباشه نماز خواندن میشه در فضای غصبی، که انه غصبیه و خواندن نماز در فضای غصبی جایز نیست. البته حضرت آیت الله العظمى سیستانی و بسیار از فقها نسبت به زمین‌های وسیع، مثلا زمین دشت است و بیابان است و مثلا گندمزار یا زمین‌های دیگه که بسیار وسیع است، هیچ در پیکری نداره یا باغ است که هیچ در پیکر نداره، حضرت آیت الله العظمى سیستانی می‌فرمایند که در چنین زمین‌های گرفتن اجازه لازم نیست. و هم که حتما انسان یقین کنه که حتما اجازه داره اجازه نداره، هیچ کدام از اینا لازم نیست. در زمین‌های وسیع میتونه بدون کسب اجازه از صاحب زمین نماز خودش چیه بخونه. ای که میگن باید اجازه بگیره در زمین‌هایی که او زمین‌ها کوچک است و مثلا خانه هست، زمین بسیار کوچک است یا زمینی است که حصار شده، در این زمین‌ها باید کسب اجازه کنه. درست. و البته همینجا ممکنه یک سوال برای شما خلق شوه که میگه ما شنیدیم که کسی در مسجد میره جای میگیره، میگه این جای برای من باشه که من بیایم چی کنم نماز بخونم، کسی دیگری میره او سجاده از رو جمع میکنه خودش تمو جایز نماز میخونه، آیا این کار به نماز ضرر میزنه یعنی باعث بطلان نماز میشه یا نه؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمه نه، کار معصیتی کرده، کاری بدی انجام داده، گناهی انجام داده، ولی نمازش باطل نیست. حالا خب اگر
بینندان عزیز ما، یک وقتی میشه که میله میرن، میرن در دشت ها میرن، خب اونجا خیلی نیاز نه نه نیستش نه که نه نه در دشت های وسیع، باغ های وسیعی که حصار نداره، هیچ لزومی به این نیست که انسان اجازه گرفته اجازه شنه. بگیره. بله، سوال بیننده محترمان به نمبر مثبت 9377 8096 است که اگر یک نفر در بین صفای نماز جماعت هم دو سوره را قرائت میکنه یا بلندتر قرائت میکنه، آیا این نماز به نماز بقیه کسانی که عزیزانی که در صف هستن کدام خرابی نمیاره؟ به تعبیر این شخص در نماز جماعت است، اما احتمالا فرادا نماز بخونه دیگه، یعنی کسی که حمد و سوره را میخونه ممکن دلایل مختلف، مثلا ممکن امام جماعت قبول نداشته باشه، یا ممکن عجله داشته باشه، اما وسط نماز قصد چی کرده؟ فرادا کرده و حمد و سوره را میخونه. بله، چون میفرماند که بین صفهای نماز، یعنی من که اینجا استادم با نفری که کنارم استاده فاصله به اندازه 1 متر اگر فاصله بیشتر باشه اتصال به هم میخورن. اگر از جلب اتصال نداشته باشه، فقط اتصالش از کجا باشه؟ از طرف باشه. راست باشه یا از طرف چپش باشه، که اگر این نفر در این وسط طوری شروع کرد به نماز فرادا خواندن که فاصله از این نفر تا این نفر دیگه بیش از 1 متر شد، البته خب او صفها اتصالش چیه؟ به هم میخوره، این نماز جماعت دیگه نمیشه. ولی معمولی یک انسانی که استاد میشه 50 سانت بیشتر نیست، خیلی که حساب کنیم 60 سانت، خیلی که حساب کنیم 70 سانت، این فاصله به 1 متر نمیرسه. بنابراین یک نفر در این وسط قصد فرادا کرد و نماز خودش به صورت فرادا خواندم، به نماز بقیه آسیبی وارد نمیشه. بسیار عالی. مثبت 9377 5638 شما سوال کردن که آیا رنگ کردن موی سر خانم ها اشکال دارد یا نه، و همچنین قسمت دیگر سوالشون اینه که رنگ کردن و لاک زدن انگشتان. خب قدری که موی زن ها موی خودشان رنگ میکنه، خب مردم رنگ میکنه، به زن ها هم توصیه شده، خب به مرد ها هم توصیه شده زمانی که موی سر چی میشه؟ سفید میشه، باید خضاب کنه انسان که حالت جوانی برای انسان اتفاق بیفته و خب به هر حال برای زندگی لازم است، هیچ مشکلی نداره، زن و مرد میتونه موی خود خضاب کنه، به هر رنگی که دوست داره، به هر رنگی که شوهرش دوست داره میتونه ایره در بیاره. منتها این مراتب یک نکته رو باید توجه کنه، بله همون رقم که اصل موی نارنگ را نباید نامحرم ببینه، موی رنگ کرده هم نباید نامحرم نباید ببینه، ایره نکته رو باید چی توجه کنه، در محضر شوهر خودش با محارم خودش هیچ مشکل خاصی در زمینه نیست، خود توصیه هم شده. و اما نسبت به رنگ کردن ناخن، خب بله رنگ کردن ناخن مثل حنا کردن، حنا یا خینه کردن، خب ناخن که خینه میکنه او زینت حساب میشه دیگه، او را دست نامحرم نباید ببینه، یک دستکش چیزی داشته باشه بله خینه کنه هیچ مشکلی نیست، ناخن های خودشه، کف دست خودشه خینه کنه هیچ مشکلی نیست. البته خب خینه طوریه که باز در وضو هم ضرر نمیزنه، در غسل هم ضرری نداره. و اما لاک، بله خب میتونه لاک بزنه، هیچ مشکلی نیست، هر رنگی را که دوست داره میتونه لاک بزنه، منتها خب بازم باید از نامحرم چی شوه؟ پوشانده شوه. و مشکل لاک یک چیز دیگه است، ایست که آو در پوست یا در ناخن نمیرسه. در هنگام وضو یا در هنگام غسل باید این لاک چی شوه؟ پاک شوه تا وضو و غسل این خانم درست باشه، دیگه کدام مشکلی نیست. مطلبی که باید های زهمیت هست دیگه، بله. وقتی در شبه های مراسمی که برگزار میشه خب قبلش راه داره دیگه، بله وضوئی باشه یا غسلی باشه بعدش کار انجام بده. بسیار استاد، موی مصنوعی چه حکم داره؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله و برخی از مراجع میفرمایند که چون زینت حساب میشه، ولو خانم خوشحال است میگه که ما موی خود رو نشان نمیتیم، موی مصنوعی است، چون زینت حساب میشه باید از او باب پوشانده شه. طرف خانمی هست هیچ موی نداره، منتخب موی مصنوعی میمانه، چلگز خیلی متفیشنی میمانه، عجب موی خوبی داره، نه خیر، چون زینت حساب میشه حتما واجب و لازمه مثل موی خودش ایره از دید نامحرم بپوشانه. بسیار عالی. و ما یک بار دیگر پول ارتباطی خدمت شما بینندگان محترم عرض میکنم، نمبر مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتان است، در هر ساعتی از روز و شب میتونید سوالی به نظرتون میرسه ارسال کنید و انشاءالله اساتید محترم پاسخگو خواهند بود. مثبت 98-933-1597 بیننده عزیزمون از کشور جمهوری اسلامی ایران،
سوال کردن که خانم ها بعد از پاک شدن از عادت ماهوارشان آیا وضو هم لازم است که بگیرن؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که وضو گرفتن واجب نیست. یعنی که انسان حتما باید بعد یا قبلش وضو هم بگیره، ولی مستحب هست، کار خوبی است. یعنی بعد از اینکه خانم از عادت ماهوار پاک شد و غسل کرد، میتونه بعد از غسل خودش وضو بگیره و میتونه قبل از غسل خودش وضو بگیره. اگر چه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که بهتر است که قبل از اینکه غسل کنه وضو بگیره، بعدش هم غسل کنه، و اگر وضو هم نگرفت تا زمانی که اون مو غسل مانده، یعنی چیزی که باعث باطل شدن وضو نمیشه اتفاق نیفتاده، با اون مو غسل میتواند نماز بخونه و تمام کارهایی که درش وضو گرفتن لازمه و هم یک غسل میشود انجام داد. بله، بسیار عالی. و ظاهرا با زمانی که داریم، ما سوال آخر است که در خدمت شما استاد محترم هستیم. مثبت 93-79 چهار نمبر آخر 27-07 بیننده عزیز ماست که سوال کردن اگر شخصی نمازهای قضایی بسیاری دارد، حالا به هر دلیلی چی شده که شخصی قدر نماز قضایی داشته، یه چه وظیفه دارن؟ خدمتتون عرض کنم که خب وظیفه شمیست تا جایی که باید همیت نماز خودش بخونه که یقین ثابت شوه که دیگه نماز قضا در گردن ما نمانده. آلیا صبحش قضا شده، زورش قضا شده، یا کلن امی پنج وقتش قضا شده، به طوری باید نماز بخونه که دیگه بگه خب از ما طرف خدای تبارک و تعالی رفته، از خدا طرف ما چیزی نمانده. البته این ناظر به یک مطلب هم شاید باشه، در برخی از کتابایی که به زبان فارسی نوشته شده، مثلا یک سری دستورات اومده اونجا که مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل کرد که مثلا اگر کسی نماز قضایی زیاد داره و نمیدونه چی کار کنه، چه رقم نماز بخونه، در روز دوشنبه تو روزه بگیره و بعد 25 رکعت نماز دو رکعتی بخونه، باز 25 رکعت نماز دو رکعتی دیگه بخونه، دیگه کلگیش از گردن ازی خلاص. این گپا نیست برادر عزیز. نماز رو که قضا کردی، نماز صبح دو رکعتی باید بخونی، نماز مغرب سه رکعتی باید بخونی، نماز عشاء و ظهر عصر باید چند رکعتی بخونی؟ 4 رکعتی. با 50 رکعت نماز دو رکعتی مشکل حل نمیشه، باید توجه داشته باشی. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. سلامت باشی. پایان برنامه رسیدیم و یک دعایی هم در حق ما و بینندگان این بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به عزت پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین و صحابه کرام، ما را نسبت به دین و دنیای ما ثابت قدم قرار بده. توفیق عمل و دستورات قرآن و ائمه معصومین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و همه ملت و کرامت بفرما. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کاش من هم به لطف مذهب نور تا مقام حضور می رفتم، کاش مانند یار صادقتان بی امان در تنور می رفتم. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. تا دیدار بعدی، همه شما خوبان را به خداوند متعال می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.